امروز ما به عنوان مسئول اینجا کار میکنم با یک تا مشتری هم دارم که بریم مشتری ما چی فرمایش میده. خب آیس کریم های نوای مختلف دارد، در هر وقت میوه تازهش که میباشه اما میوه تازه را استفاده میکنم. سلام و احترامات مرا بپذیرین بیننده های عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از برنامه های یوتیوب چینل افغان انار، و خدا کنه که در هر جای افغانستان و جهان که باشین جور و صحت مند باشین. و شما شاید ایران باشین که مده کجا هستم، بله باز هم مده آیس کریم فروشی و شیریخ فروشی هستم و امروز ما به عنوان مسئول اینجا کار میکنم و یک تا مشتری هم دارم که بریم مشتری ما چی فرمایش میده که بر شما ده بکنیم. سلام. سلام، خوب هستی؟ در این هوای گرم بسیار زیاد خوش آمدی. زنده باشی. امی من کار جای برم دیگه، تو هم میای از پشت من. بله، و سلام به خودت. سلام دای عزیز، آرزو دارم هر جا که هستین دور از گزند روزگار باشین، لباس عافیت بر تنتان باشه و فراموش نکنین همیشه افغان انار را سابسکرایب کنین. بله بیننده های عزیز، خوب آله از مدون جان میپرسیم دیگه، حاجت معرفی نداره دیگه، مدون جان همیشه همراه ما در برنامه هست و همکار خوب ماست. میپرسیم که ازش چی اشتیا داره، آیس کریم یا شیریخ که من برش بیارم دیگه؟ آیس کریم هم خواه از هر جایی، اما ما میخواییم که شیریخ اول بخورم بعد از اون آیس کریم. بسیار خوب است. بیننده های عزیز، اما مرا خود دیگه مشناسید؟ مرا خمش نسین، من دیگه آدم نیستم که سست و پست میرم، اینال برای مدون جانم تو آجل دیگه شیریخ تیار میکنم و آیس کریم بعدا باز دیگه فرمایش را خواد گرفت. بله بله، به خاطر ما و خود دیروزا بسیار اشتیای ما کم شده، هم شیریخ باید نوش جان کنیم هم آیس کریم. بله صد فیصد. خیلی خودت ایمایی که بگم رای بیننده های ما قصه کنم برو با تو شیریخ بیارم. عزیز نظیره جان خورفت گفت من بسیار زود میایم، اینم من منتظر هستم ببینم که چقدر تال میته و چقدر زود جور میکنه. گفت که من خودم آماده میسازم، خدا کنه که واقعا خودش آماده بسازم. خبر شدم غیبت مره داری؟ نه تعریف تا میکنم والله، دقیقه ترمای کدادم تو دیگر چی خوب و بد. دوستای عزیز اینه دیدین که نظیره جان چی میگه، من تعریفش هم میکردم اینا گفتن غیبت. خب من دو دقیقه مایی که به مدون جان دادم گفتم باش کاله تعریف مرا کنه، بگه که اینال راستی هم نظیره کارش تیز است، برای من شیریخ زود کده میاره. تو دقیقه غیبت کدی چی است؟ اینمی بیخی بس است دیگه، آیس کریم ها نو خواستن. خیر مصرف شما میکنم. تو فقط بخو. خود درست است و برام کار ما همچنان حتما. خب جان کنین و نظیره جان برای خودم یکی بخواه انشالله. بیننده های عزیز میشم که خودت نوش جان نکنی، مرا مشناسی که من خو نمیمانم به طرف دیگه، من حتما میخورم. بیننده های عزیز، مدون جان مزه ای شیریخ هم خود چشید و با ما هم خود گفت که مزهش چطور هست و برای همکار ما که همی لحظه تصویر برداری میکنن و ما بر خود هم فرمایش میتونم، بر خود هم میخوایم و مزه از شیریخ و آیس کریم هم خود چشیدیم. و مدون جان بگو مزهش. من برات پیشنهاد میکنم که آیس کریم از اینجا هم بسیار زیاد مزه‌دار است، اما شیریخش هم بسیار. از این بگو که چند کاسه بخورم تا که میتونی نوش جان کن، به خاطر هوا گرم است که گرمی سرت تاثیر نکنه. اسم محمد نوید است، یک تن از آیس کریم فروش های بارستان میباشم. بسیار خوب، میشه در رابطه با آیس کریم فروشی هم بگوین و در رابطه با آیس کریم هم بر ما معلومات بتین؟ خب آیس کریم فروشی در شهر کابل خوزیات است، خب باز معمولا مردم شهر ما به بارستان رجوع میرن با آیس کریم خوردن. البته خب آیس کریم های نوای مختلف دارد، در هر وقت میوه تازهش که میباشه اما میوه تازه را استفاده میکنیم. وقت که توت زمینی میباشه توت زمینی آیس کریم شم میداشته باشیم و فعل حال آیس کریم هم تازه داریم همراه وانیل سفید. بسیار خوب، ما یک سوال همیشه در ذهنم میگرده، امی فرق بین جاله و شیریخ چیست؟ خب فرق شی است که شیریخ کسه تنها نمو شیریخ است، شیر تازه است، دیگه جاله کسه باز چیزای دیگه ملغا میشه برای چون مثل فالوده، شربت، برف،
چیزا علاوه میشه و جالب میشه. بسیار خوب. چند سال میشه که کار میکنی؟ تقریبا شاید 14 الی 15 سال شده که در اینجا کار میکنم. خیلی بیخی استاد هستید. توکل به خدا. خب بیننده های عزیز، در جریان از اینکه آیس کریم آماده میکنه بر من یکی از خاطرات جالب خود در جریان 14 سال کاری خود بگویه. در جریان آیس کریم فروشی یکی از روزا بود، روز جمعه بود، بسیار بیروبار بود. دیگه مشتریان هم خدا به اندازه زیاد بود. اونا هر کدامشون میگفت آیس کریم به ما بده. من تنها مونده بودم اینجا، نوبت گدوات شده بود. هر کس میفت آیس کریم به ما بده، من جام مونده بودم. اصلا نمیشد که ما آیس کریم بکشم. او را پرسان میکنم، او را و ایران مونده بودم که زودتر به کی آیس کریم بکشم. و برادرها صدا میکردن آیس کریم بکش، میفتم یک دقیقه صبر کنید نوبت کدامتان هست. بسیار خاطره جالب واقعا. شما همیتون میفهمین که در ایام گرمی و در روزهای گرم تابستان اما یک مشتری ده دفعه آیس کریم خورده باشه دگام میخوای میگه دگام بیار. خب آیس کریم ما هم آماده شد و ایره من نوشه جان میکنم و بر شما بعدا مزیش خود گفتم و ای که شما باید یوتیوب چینل افغان انار سابسکرایب بکنین و بیننده برنامه های بعدی ما هم باشین. بسیار مزه دار است. برادر عزیز، نگفتی که شما در رابطه با کیفیت آیس کریم بگوین و همچنان شیریخ و ژاله که شما اینجا آماده میکنید؟ خب هر کدامش کیفیت خود داره. آیس کریم که است البته شیر خشک استفاده میشه، دیگه شیرام که است در بازار قیمت های مختلف داره. کسی شیر ارزان به کار میکنه و کسی قیمت به کار میکنه. شیر را که ما کار میکنیم شیر پولندی است، شیر اول کار میکنیم و نرخش بلند است. البته بهترین کیفیت داره. نظر به مو کیفیت که شیر بهتر کار میکنیم و بوران بوره میده خوبش کار میکنیم. طبعا آیس کریم ما به مو دلیل آیس کریم خوبش میه. چند نوع طعم شما دارین اینجا؟ یعنی تمایش میشه بر دیگه طعم مختلف است. البته استرابری است، وانیلا است، منگو است. دیگه بعض طعم های دیگه هم اگر خواسته باشیم میتونیم بعد وقت فال بسازیم. اینجا آیس کریم هم از شیریخ هم از بیشتر مشتریاتن که میاین شیریخ فرمایش میتن یا آیس کریم؟ خب چون بازار آیس کریم است بارستان، معمولا فروشات ما آیس کریم زیادتر است و شیریخ ما رو نگفتن امانه. شیریخ البته شیریخ خوبش میتیم، فروشات شیریخ هم خوب از بد نیست. دیگه شیریخ کسا باز شیر تازه استفاده میشه، شیر گوی تازه است، امراش هل داره، قیماق وطنی داره در سرش. دیگه شیر، هل، بوره دیگه در ترکیب شیریخ مومی باشه، چیز دیگه اضافه را نمندازه. کاملا طبیعی؟ کاملا طبیعی است. بله وقت آخره که شیریخ اومده میشه در سرش قیماق وطنی استفاده میشه، انداخته میشه. دیگه انشالله شیریخ هم خوبش است. و پارسل هم میکنین کسایی که فرمایش میتنم شهریان ما در نقاط مختلف شرکابه؟ پارسل فراوان، البته این دو فریزر داریم مخصوص برای پارسل است. دیگه در از دکان هم میبرن و برای علاوه از این ما هتل های عروسی داریم که در روزانه حتی 1000، 2000، 3000 دانه آیس کریم هم برشون توزیعات میداشته باشیم. ماشاءالله، تشکر از شما. سلامت باشین خواهر. زنده باشین. دوستای عزیز، ای بود برنامه امروزی ما، در همین جا به پایان میرسه و فراموش نکنین افغان انار رو سابسکرایب کنین، برنامه ما را لایک و شیر کنین. تا برنامه آینده، خدا نگهدار همه شما. افغان انار ده افغانستان ده کلاو و اینکاست.